آهسته و پیوسته کم اما همیشه کایزن به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد همانطور که از عنوان این بخش پیداست در این بخش میخواییم کمی در خصوص سیر یادگیری و سرعت یادگیری صحبت کنیم یکی از مفاهیمی که در بیزینس و در مدیریت وجود داره و میشه از اون در یادگیری و به طور ویژه در یادگیری زبان نیز استفاده بسیار مؤثر و مفیدی کرد روی کرد و روشی است به نام کایزن کلمه کایزن یک کلمه ژاپنی از ترکیب دو کلمه کای و زن به وجود اومده معنی و مفهوم کلمه کایزن تغییر در جهت بهبود به طور مستمر و تدریجیه جالب این که ما همین مفهوم و همین تئوری رو در ادبیات خودمون هم داریم که میگه رهران نیست که گهی تند و گهی خسته رود رهران است که پیوسته و آهسته رود در واقع کایزن بر این فلسفه استواره که برای ایجاد بهبود لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط اون که پیوسته و مداوم باشه ارتقا و پیشرفت رو در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد به عبارت دیگه حالت ایدئال در کایزن پیشرفت اندک اما همیشگی در گذر زمانه به بیان دیگه پیشرفت کم کوچک که هرگز پایان نمییابد کایزن رو میتوان به نوعی در تضاد با انقلاب و دگرگونی و تغییر انفجاری دونست جالبه بدونید یکی از شرکت های رعایت کننده و متحد به کایزن شرکت تویوتای ژاپنه. چند نمونه از اصول پایهی کایزن که در خصوص یادگیری زبان میتونن موثر و مفید باشن رو مرور میکنیم یک در مواجهه با مسائل به جای تمرکز بر روی دلایل به وجود آمدن مشکل و مسئله و خود مسئله به دنبال راه حل باشید دو از موقعیت و میزان دانش فعلی که از زبان دارید راضی نباشید قطعا راه های بسیار عالی برای پیشرفت وجود دارند سه در صورت بروز اشتباهات احتمالی به دنبال رفع و اصلاح اشتباهاتتون باشید. چهار تنها به دنبال این نباشید که راهی پیدا بکنید که صد درصد شما رو به هدفتون برسونه در صورتی که یه راهی پیدا کردید که تا 60 درصد شما رو به هدفتون نزدیک میکنه دست به کار شید حرکت بهتر از سکونه 5 برای پی بردن به ریشه مشکلات و یافتن راه حل و پیشرفت از خودتون سوال بپرسید و به دنبال چگونه ها باشید شاید فراگیری زبان در مدت زمان بسیار کوتاه مثل یک یا دو ماه کمی وسوسه کننده به نظر برسه اما باید کیفیت یادگیری رو نیز لحاظ کنید معمولا خواسته شما و حالت خوشایند شما حالتی که در کنار کارهای دیگه ای که دارید و کارهای روزمره ای که دارید زبان نیز یاد بگیرید و همزمانی یادگیری و کارهای دیگه ای که دارید اجازه نمیده که شما روزی 8 تا 12 ساعت رو فقط برای یادگیری صرف بکنید که یادگیری در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته البته در بخش مدیریت زمان در خصوص استفاده از زمانهای پرت روزانه و زمانهایی که حکم طلا رو دارند و در طول روز از میرن صحبت خواهیم کرد اما راه دیگه ای نیز در فراگیری زبان وجود داره که نیازی به یادگیری انفجاری و فشرده نیست و معمولا با پیروی از اون تکنیک خواهید تونست در کنار کارهای روزمرهتون زبان نیز فرا بگیرید و اون تکنیک پیروی از کایزن و پیروی از تکنیک آهسته و پیوسته است فرض کنید که شما به صورت تفریحی روزانه 20 دقیقه تمرین خوندن و شنیدن انگلیسی داشته باشید. این تمرینات هر چند کم هستند و پیشرفت حاصل از این تمرینات اندک خواهد بود. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر با خودتون قرار گذاشتید که روزی 20 دقیقه یا نیم ساعت رو صرف تمرین زبان بکنید، این تمرین رو هر روز انجام بدید و به انجام دادن این تمرینات در هر روز متعهد و مقید باشید. پیشرفت و بهبود کم اما پیوسته و مستمر بسیار مؤثره تا اونجا که بعد از گذشت روزها و هفته ها و ماه خواهید دید که تعهد شما به همون تمرین های نیم ساعتی در روز چه پیشرفت شگرفی در شما ایجاد خواهد کرد و این است ایده و راز کایزن کم اما همیشه یکی دیگر از تکنیک های کایزن تکنیک سوال کوچک در مورد چگونگی پیشرفت و رسیدن به هدفه به یاد داشته باشید سوال پرسیدن از خود نیاز به زیرکی و هوشیاری داره پرسیدن سوالاتی بزرگ و واهمه انگیز برای زمیر ناخداگاهتون حاصلی جز ایجاد استرس و حراس برای خودتون و زمیر ناخداگاهتون نداره واکنش منفی زمیر ناخداگاه به سوالات واهمه انگیز بسیار نتیجه منفی در فراگیری خواهد داشت سوالات بزرگ و حراس انگیزی و استرزایی مثل من باید در طول شش ماه پونزه هزار لغت انگلیسی رو فرا بگیرم یا اینکه من باید در طول دو سال علاوه بر تسلط به 15 هزار لغت بتونم به راحتی به انگلیسی صحبت کنم یا اینکه من باید در آزمون آیلتس نمره 7 رو در چهار مهارت کسب کنم البته که این اهداف اهدافی هستن که شما باید در دراز مدت به اونها دست پیدا کنید اما لزومی نداره که رسیدن به هدف رو تنها با یک گام برای خودتون مجسم کنید یک گام بسیار بزرگ حاصلی جز افتادن از پشت سر و سقوط نداره اجازه بدید که گام به گام پیش برید اما همیشه و پیوسته در نقطه مقابل سوالات بزرگ و حراسنگیز سوالاتی از این دسته که چگونه میتونم در طول امروز پیشرفت کوچکی در جهت فراگیری زبان داشته باشم چگونه میتونم تغییرات کوچکی انجام بدم که باعث بهبود و پیشرفت من در زمینه فراگیری زبان بشه چگونه میتونم در طول امروز ده لغت رو خوب یاد بگیرم چگونه میتونم در سه روز یک دیالوگ شنیداری رو خوب گوش کنم و به اون دیالوگ مسلط بشم و سوالاتی از این دسته زمیر ناخودآگاه در مواجهه با چنین سوالات هوشمندانه ای خواهد گفت اینکه بسیار مسئله ساده ایه از پس اون برخواهم اومد تکرار و تفکر به این گونه سوالات کوچک و قابل حل باعث خواهد شد که زمیر ناخودآگاه شما مغز و ذهن شما را موظف کنه که راهی برای حل این گونه مسئله ها پیدا بکنه و از طرفی زمیر ناخودآگاهتون نیست شما را همراهی خواهد کرد و با ایجاد انگیزه و جرأت و جسارت برای حل این گونه مسائل کوچک شما را یاری خواهد داد و شما را برای حل مسائل بزرگتر آماده خواهد کرد حالت مراقبه و تکنیک پرسش های کوچک از خودتون رو تا زمان یافتن راه حل ادامه باید بدید و به این موضوع آگاه باشید که اگر یک سوال در ذهن شما نقش ببنده این وظیفه زمیر ناخودآگاه شما و مغز شماست که پاسخی معقول و کاربردی برای اون پرسش باید بیابه و این وظیفه مغز شماست و مطمئن باشید که از پس این موضوع به خوبی برخواهد اومد که در پروسه پرسش های کوچک مهمترین موضوع که نتیجه برش خواهد بود بخش فعالیت ها و واکنش است که شما برای حل مسائل مختلف و به خصوص یادگیری زبان خواهید داشت طبیعتا پرسش های کوچک راه رو به شما نشون خواهند داد و گام نهادن و سعی بر حل مسائل شما رو پیشتر خواهد برد. تکنیک پرسش های کوچک و همچنین قدم نهادن در راه و مواجه شدن با مسائل و موضوعات و عبور موفقیت انگیز شما از این مسائل نه تنها قدرت اعتماد به نفس شما رو بالاتر خواهد برد بلکه به این موضوع پی خواهید برد که چه توانمندی هایی داشته اید و از اونها بیخبر بودید و یا اینکه به اونها کم توجه بودید به مرور و با گذشت زمان و همچنین با حل مسائل مختلف توانمندی ذهن شما بالاتر میره و قادر خواهید بود که جوابهای بهتر برای سوالات و مسائل خودتون پیدا بکنید و همچنین خواهید تونست که از پس مسائل بزرگتر بر بیاد. و این هنر جادویی آهستگی و پیوستگی و همچنین تکنیک کایزن تکنیکی که مسائل چه بسا بزرگ رو برای شما کوچک نموده و شما رو آماده مواجهه با مسائل گوناگون خواهد کرد حالت مراقبه و توجه لحظه به لحظه به خود رو فراموش نکنید تکنیک های قبلی رو که به یاد دارید اجرای تکنیک های قبلی از اهم واجبات شما همیشه به یاد داشته باشید آهسته اما پیوسته کم اما همیشه پیروز باشید